سلام مجدد. ببخشید ما به خاطر اینکه در قطعه تماس داشتم متاسفانه مجبور شدیم قطع کنیم و الان بحث ویزاهای تحصیلی رو میخوایم داشته باشیم. سوالاتی که در این مورد پرسیده بودیم، سوال اول در مورد شهریه مدارس هست. شهریه مدارس برای همینطور که حالا قبلا هم گفته شد، برای کسایی که سیتیزن هستن یا پی آر هستن رایگانه و چه مدرسه دولتی بخوام برن چه کالجشون، اینها میتونن از وام های ایالتی استفاده بکنن که خیلی خیلی هزینه ها رو میاره پایین برای اون هستن. ولی برای کسایی که ویزای موقت دارن، یعنی ویزای تحصیلی دارن، پدر و مادر دارن تحصیل میکنن یا ویزای کار دارن، تحصیل در مدارس رایگان هست، در مدارس دولتی که کیفیت خوبی هم دارن، واقعا اصلا نیازی به مدارس خصوصی نیست، ولی در مدارس خصوصی خب باید هزینه‌اش رو پرداخت بکنن. کسایی که ویزای ویزیتوری دارن، یعنی پرمیت ندارن و یا از ایران میخوان اقدام بکنن، از کشور دیگه‌ای میخوان اقدام بکنن، شهریه مدارس رو خب باید پرداخت بکنن، چرا که تو مدارس خصوصی هستن، باید ثبت نام بکنن و این شهریه معمولاً بین 15 تا 18-19 هزار دلاره. هست مدارسی که 22-23 هزار تا هم هست، 24 هزار تا هم هست، شاید حتی بالاتر هم باشه، ولی نرم مدارسی که باهاشون کار میشه و خب ویزای خوبی هم دارن تو همین رنج هزینه هستن، بین 15 تا 18 هزار. مدارس بوردینگ اسکول هستن یا خیر؟ مدارس بوردینگ اسکول هم وجود دارن. مدارس بوردینگ اسکول مدارسی هستن که کلن بچه اونجا زندگی میکنه، یعنی خوابگاه داره اونجا، در حقیقت کلاساش هست، مکان تفریحی و ورزشیش هست و با بقیه بچه اونجا زندگی میکنه. اینا بسیار گرونتر هستن، هزینه های بین 30 تا 50 هزار دلار در سال ممکنه داشته باشن و خیلی هم لزومی واقعا به استفاده از اونها نیست. حداقل سن رو بازوار اشاره میکنیم، اینجا از 4 سالگی تو اکثر ایالت ها بایستی که کیندرگارتن رو ثبت نام بکنن بچه ها، یعنی 4 سالگی و 5 سالگی پیش دبستانی هست و جزء آموزش های تقریبا الزامیه و بعدش هم که گرید وانه که تو مدارس دیگه میتونن. مهد کودک شامل آموزش رایگان نمیشه برای کسایی که حتی در حال تحصیل هستن اینجا یا ویزای کار دارن، ولی مدارس از وقتی به پیشدبستانی حتی مدارس میرسن دیگه شهریه‌ای نخواهند داشت کسایی که اینجا دارن کار یا تحصیل میکنن. بهترین سن برای اقدام تحصیل فرزند میشه گفت بهترین سنی که بیشترین ضریب ویزا رو داشته بین 10 تا 15 سال. از 8 سالگی میشه اقدام کرد تا 16 سالگی، 17 سالگی. حالا مشکل خدمت پسرها رو در ایران یه مسئله جداست که ما واردش نمیشیم، اگر کسی این مسئله رو نداشته باشه تا خود 16 سالگی هم میشه اقدام بشه. سنهای پایین تر خب خیلی منطقی نیست یک بچه جدا از والدین باشه یا اینقدر یه تفاوت محل زندگی براش اتفاق بیفته، ولی بین سن 8 تا 15 رو ما اقدام میکنیم. ایدئال ترین سنش هم همون 10 تا 15 سال. شرایط تحصیل رایگان رو گفتیم خدمتتون. بعد از تحصیل دانشگاه میشه رفت یا نه؟ دانشگاه بعد از دبیرستان یا تحصیلات متوسط اینجا در حقیقت گارانتی شده نیست، یعنی شما باید تو آزمون سلکشن اون کالج و دانشگاه شرکت کنید. خب آزمون یک بارچه مثل ایران وجود نداره، ولی هر دانشگاهی یک کرایتریاهایی داره برای خودش، هر کالجی، و بعضی از دبیرستان‌ها لیست و درصد قبولی خودشون رو، فارغ التحصیل دانشون رو تو کالج و دانشگاه لیست میکنن و درصدهای خوبی هم دارن. این باعث میشه که شما مطمئن تر باشید وقتی اونجا تحصیل میکنید به واسطه قرارداد مشترکی که دارن با کالج و دانشگاه یا به واسطه سابقه بهتری که دارن تو گرفتن قبولی دانشگاه های معتبر، فرزند شما هم شرایط قابل قبول تری داشته باشه واسه ادامه تحصیلش تو کالج و دانشگاه، ولی چیز تضمینی نیست.
باید توسط اون دانشگاه پذیرش جدا انجام بشه. عرضم به حضورتون که ویزای همراه دانش آموز، ویزایی که برای پدر یا مادر تقاضا میشه، در 95% مواقع ما یکی از والدین رو، پدر یا مادر رو همراه دانش آموز میگیریم. سوال اصلی اینه که خیلی هم تکرار شده که اقامت گرفتن خانواده بعد از تحصیل فرزند به چه صورته. تقریبا راه‌های بسیار زیادی وجود داره، نمیخوام بگیم 100% قطعیه، به شرایط شما بررسی داره، ولی بالای 97-98% کسایی که تحصیل فرزند رو اقدام میکنن بعد از اینکه 2 سال میشه برای اقامت کل خانواده اقدام کرد و این مراحلش بسیار شفاف و روشن و قانونیه و دقیقا یه درگاهیه، یه دروازه ورودیه که کسی که مثلا فرزند در 12 ساله داره، معمولا خب سنش بالاتره، اگر از نظر زبان خیلی قوی نباشه، اگر از نظر سابقه کار خیلی نتونه کاملا کار با بیمه نشون بده که شامل شرایط دیگر جمله اکسپرس انتری بشه، با داشتن ویزای ویزیتوری از داخل خاک بسیار بهتر و راحت‌تر میشه برای اقامت دائم خانواده اقدام کرد و نتیجه گرفت. زبان چقدر الزامیه واسه دانشجوانی که دیگر سوالهای دیگه بود؟ زبان الزامی نیست. اگر که فردی دانش زبانی داشته باشه، دانش آموزی محصلی کمک میشه بهش، بخاطر اینکه خودش سریع‌تر فیت میشه توی حقیقت جامعه و بین دوستانش اینجا و مهارت ارتباطیش قوی‌تر میشه. ولی مدارس همه برنامه‌های زبان آموزی رو برای دانش آموزان اینترنشنالشون دارن و این کلاس‌ها معمولاً بعد از ظهرها هست، تو مدرسه دولتی که هزینه دیگه نداره و تو مدرسه خصوصی هم ممکنه که یک هزینه آزادی بگیرن، ولی خب عددش خیلی زیاد نیست واقعا به نسبت دوره‌های اصلی، شاید مثلا $500 برای هر ترم باشه. ولی در کل دانش آموزا ظرف 3 تا 6 ماه زبانشون به حدی میرسه که راحت میتونن خودشون کارهای خودشون رو انجام بدن و ارتباط بگیرن و دوست پیدا بکنن. بیشتر ما تمرکز و توجه والدین رو میخوایم به زبان خودشون جلب کنیم. شما اگر دارید فرزندتون رو میفرستید اینجا برای تحصیل یا به هر ترتیب دیگه دارید برای اقامت کانادا فکر میکنید، فرزند شما بسیار سریع زبانش یاد خواهد گرفت، برای اینکه شما عقب نیفتید از فرزندتون، برای اینکه بتونید ارتباط در حقیقت پدر فرزندی مادر فرزندی رو حفظ بکنید و باهاش پا به پا پیش برید، شما خیلی بیشتر رو زبانتون باید تمرکز بذارید و تلاش بکنید براش، بخاطر اینکه اون بعد از 1 سال زبان پیش فرض رو زبان مدرسهش میدونه و مثلا اگه سنش کمتر باشه، اینکه شما نتونید با دوستاش ارتباط بگیرید براش خیلی سوال بزرگیه و خب خیلی مهمه. به خاطر همین زبان قضیه که برای دانش آموزا تقریبا مثلا دغدغه‌ای نیست، به راحتی حل میشه و باعث نگرانیتون هم نباید باشه. راجع به گاردین و کاستدین پرسیدن، اگر والدین طبق قانون در تمام مدت تحصیل فرزند کنارشون نباشن، احتیاج هست که این فرم ها پر بشه، یعنی یک نفر باید در دسترس مدرسه و ایمیگریشن باشه که مسئولیت فرزند رو به عهده بگیره و این فرد میتونه دوست شما باشه، میتونه اقوام باشه، میتونه غریبه باشه، یک فرمی داره پر میکنن و این لایبلیتی و مسئولیت هم مسئولیت محدودیه، اینکه هر کاری اون کرد پای این باشه نیست، ولی در بحث اول، در قدم اول ایمیگریشن و نهادهای حالا آموزشی و نظارتی اینجا، اگر اتفاقی واسه اون فرزند بیفته با اون فرد تماس میگیره. مورد دیگه که خب راجبش پرسیدن اینه که اگر که ما 2 فرزند داشته باشیم چطور؟ ببینید، بحث هزینه مدرسه ها با خود مدرسه ها باید نگوشیت بشه، صحبت بشه. اگر که بخوان تخفیفی قائل بشن، اینها کیس با کیس فرق میکنه، ولی معمولا شاید نیازی نباشه شما 2 بچه رو با هم اسم بنویسید، برای یک کدوم اقدام بکنید والدین تشریف بیارن، بعد میشه بر اون یکی هم
از داخل خاک کانادا پذیرش تحصیلی گرفت. و در انتها مهمترین نکته‌ای که خدمتتون میخوام دوباره یادآور بشم اینه که ویزای تحصیلی فرزند ویزای بسیار کم ریسکیه، از این جهت که حتی صدمه‌ای برای پرونده اقامتی خودتون نخواهید بود. و این قضیه در حقیقت فتح بابی میشه واسه اقامت گرفتن والدین. اگر شما میخواید سرمایه گذاری اقدام بکنید، اگر که میخواید خرید بیزنس اقدام بکنید، اگر که میخواید در طریق ثبت شرکت اقدام بکنید، برای شما خیلی بهتره که اول با ویزای تحصیلی فرزند وارد بشین، اینجا از نزدیک شرایط رو ببینید و در حقیقت مؤلفه هایی که رو کارتون رو سرمایتون تاثیر میذاره رو بررسی بکنید و بعد اینجا برای کار اقامتی تو ما از اون روش ها در خدمتون باشیم و کمکتون کنیم. ولی اگر فرزندی بین سن 8 تا 15 سال دارید و مستقیم میخواید برید سراغ برنامه سرمایه گذاری، به نظر من بهتره که بیشتر فکر بکنید و اون گزینه رو هم بررسی بکنید. خیلی متشکر از تایمی که با ما بودید. سوالاتتون رو در زیر پستی که مربوط به تحصیل فرزند بود بذارید، ما پاسختون رو دوباره میدیم. دو هفته دیگه شنبه میبینیمتون. متشکرم، وقتتون